الذبح ينقسم الى ثلاثة اقسام. ذبح يا قرباني بر سه قسم و بر سه نوع هست. ذبح لله سبحانه وتعالى، هدي، اضاحي، عقيقه، صدقات. ذبح يا قرباني برای الله متعال شامل قربانی کردن آنچنان که در این عید قربان انجام میشه و همچنین عقیقه که برای مولود انجام میشه و شامل صدقات هست. الثاني من الذبح ذبح لغير الله محبه وتعظيما، يذبح للجن لاصحاب القبور، هذا شرك اكبر، نسال العافيه والسلام. نوع دوم ذبح یا قربانی، ذبح و قربانی برای غیر الله از جهت ترس از اونها یا تعظیم و بزرگداشت اونهاست، مانند ذبح و قربانی برای جن که این نوع قربانی و بدین شکل از نوع شرک اکبر شمرده میشه. یذبح للاولیاء، یذبح للصالحین، یا از روی محبت برای اولیا و صالحین ذبح و قربانی میکنه. مجرد ما يدخل هذا الولی الصالح او الرجل الصالح يذبح في وجهه، هذا هو الشرك الاكبر. یا به صرف این که انسان صالحی وارد جایی میشه، جلوی پای او از جهت گرامی داشته او قربانی میکنه که این عمل از نوع شرک اکبر هست. الذبح عباده لله لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى، وصرف هذه العباده لغير الله شرك اكبر. قربانی خاص برای الله متعال هست و کسی که این عبادت رو برای غیر الله انجام بده مرتکب شرک اکبر شده. الثالث من الذبح ذبح جائز، اذبح حتى اكل، اذبح لانني تاجر ابيع اللحوم جزار مثلا. نوع سوم ذبح، ذبح کردن به خاطر ضرورت هایی است که ما انسان ها داریم برای خوردن اون گوشت و یا استفاده از اون گوشت و به عنوان مثال پذیرایی از مهمان و تاجر و رویه عادی که در زندگی ماست. فهذا الذبح ذبح لله وذبح لغير الله محبه وتعظيما شرك اكبر وذبح جائز والله اعلم. بنابراین ذبح و قربانی بر سه قسم شد: ذبح و قربانی برای الله که عبادت هست، ذبح و قربانی برای غیر الله که شرک اکبر هست، و ذبح جایز که بر اساس روال طبیعی زندگی ماست. الله اعلم. الان بقي معنا التوكل وصدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة، صادق واثق وآخذا بالأسباب. تطلع الكهرباء ولا إيش شيخ؟ إيش رأيك تفضلوا هنا؟ فين امشوا وأنا أسجلكم كذا من الجانب هكذا. نمشي كذا. طيب وانتم احكوا عادي، يعني حتى لو ما شفتم الكاميرا ما انظر اليك. طيب التوكل، لا 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 لا